سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امیدوارم حالتون خوب باشه. از سری آموزش های فوتوشاپ که تو این کانال شروع شده و نرم افزار فوتوشاپ رو داریم جلو میریم با هم، رسیدیم به مباحثی که بیشتر تئوریه. البته خیلی لازمه که یک بار در موردشون صحبت کنیم. مباحث پایه‌ای و البته مهمه، خیلی وقتها هم ممکنه توش با محیط فوتوشاپ کاری نداشته باشیم. این اولین ویدیوی تئوری فتوشاپ و کاری با نرم افزار نداریم. فکر میکنم 4-5 تا ویدیوی بعد از این هم در کانال اگر دنبال کنید همچین سبک و سیاقی رو دنبال کنید. خاصتا توی این ویدیو میخوایم در مورد فرمت فایل ها صحبت کنیم. خب آشنایی دارین شما با اینکه چه فرمت های مختلفی برای فایل های مختلف داریم؟ هر کدومش ممکنه چه ویژگاهی داشته باشه، چه جنسی هست، تصویری، صوتی. الان میخوایم تمرکزمون رو بذاریم روی فرمت هایی که توی فتوشاپ به کار میاد. توی دستبندی خیلی ساده به سه قسمت ما اینا رو تقسیم میکنیم. یکیش کپچر فرمت یا همون فرمت های ورودی. البته ورودی معنای تحت لفظی کپچر نیست توی کاربرد ما، چون به عنوان ورودی فتوشاپ در نظرش میگیریم، من از این لفظ استفاده میکنم. فرمت های ورودی فرمت هایی که معمولا ما باهاش سر و کار داریم توی عکاسی یا هر فایل دیگری که میخوایم در فتوشاپ از صفر و در آغاز باهاش کار کنیم. تو قسمت بعدی میریم سراغ ورکینگ فرمت، فرمت هایی که ما پروژمون رو باهاش انجام میدیم، یعنی که فرمت هایی هستن با آپشن های مختلف، ما ادیت های مختلفمون رو روش اجرا میکنیم و با این فرمت ها کار میکنیم. و در آخر هم اوتپوتمونه، فرمت های خروجیمونه. میخواییم ببینیم پروژمون رو با چه فرمت های خوبه که اکسترکت کنیم، استخراج کنیم و سیو ذخیره سازیش کنیم. اول از همه میخوام با کپچر فرمت شروع کنم. طبیعی هم هستش که به همه فرمت ها ما نپردازیم، خیلی ویدیو طولانی میشه و غیر کاربردی. روی معروف ترین ها و محبوب ترین ها میخوام تمرکز کنم. اولیش JPEG یا HEIC که بیشتر دارندگان دیوایس اپل باش سر و کار داره. خب JPEG هم خیلی دیگه شاید بشه گفت معروف ترین و کاربرد ترین فرمت تصویری JPEG، خیلی اسمش به گوشمون خورده. و چیزی که کمتر به گوشمون خورده HEIC، کجا به گوشتون خورده یا کجا به چشمتون اومده وقتی که خواستین یک عکسی که با آیفون گرفته شده رو ادیت کنین یا منتقل کنین مثلا به یه دیوایس اندرویدی، اون وقت حتما به درد سرهایی خوردیم و با این فرمت آشنا شد. چند تا ویژگی داره، یکی این که فشرده سازی میکنن اینها عکس ها رو و این فشرده سازیشون با کاهش کیفیت، یعنی برای اینکه حجم رو بیارن پایین از یه سری دیتیل ها و جزئیات میکاهند در واقع تا حجم رو بیارن پایین. و خب این پایین اومدن حجم مزایای خاص خودشو داره، ولی به هر حال در نظر داشته باشین که این نوع فایل ها، این فرمت ها یک کاهش کیفیت داره نسبت به اون اورجینالی که ثبت شده. توی گزینه بعدی ما فایل های خام رو داریم یا اصطلاحا را بهش میگن. خب اساسی ترین فرقش با حالت قبلی اینه که فشرده سازیشون بدون افت کیفیته، یعنی ما البته همه عکس‌ها فشرده سازی دارن یا با کاهش کیفیت یا بدون افت کیفیت، که این بدون افت کیفیت بنابراین حجم بالاتری داره و انحصاری شرکت‌ها با هم فرق میکنه. مثلا کانون فرمت عکس‌هاش CRW یا سونی ARW، نیکون NEF. برای همینه که ما یک مقدار اینجا تنوع داریم. البته همشون
خاصیت بالاتر بودن حجم و فشار سازی بدون افت کیفیت رو دارن. گزینه بعدی DNGه. DNG مثل را میمونه، فشار سازی بدون افت کیفیت، حجم بالاتره، اما این غیر انحصاریه. این فکر میکنم این فرمت رو ادوبی توسعه داده و این که نوشتم اینجا غیر انحصاری به این معنیه که اینجوری نیستش که فقط یک شرکت خاص بخواد ازش استفاده کنه. اینو به صورت عمومی معرفی کردن و برندهای مختلف، دوربین‌های مختلف میان فرمت عکس برداریشون رو میذارن رو DNG. یعنی مثلا ممکنه یه دوربین سونی DNG کپچر کنه، کنون هم DNG کپچر کنه، نیکون هم بیاد DNG کپچر کنه و دیگه فرمت ها با هم یکی بشه. البته که خیلی برای ما مهم نیست، چون توی این دو قسمت پایین، دو مورد اخیر، را و DNG، یعنی حتی فرمت های خام سونی و نیکون و کنون هم به راحتی و بدون کمتری نرسه بدون افت کیفیت قابلیت تبدیل به DNG رو خواهند داشت. خب اینا فرمت هایی که الان ورودی فتوشاپ ماست. یه عکسی که کپچر کردیم، گرفتیم یا با گوشی یا با دوربین DSLR و به هر ترتیب احتمالا با یکی از این فرمت ها سر و کار داریم. حالا که میخواییم یه موش کار کنیم، فرمت های ورکینگ ما فرق میکنه. اولیش PSDه. دیگه اولین فایلی که شما رو فتوشاپ سیو کنین احتمالا PSD سیو شده. حتما باش آشنایی. فکر میکنم مخفف فتوشاپ داکیومنته و نکتش هم اینه که ذخیره سازی با تمامی امکانات فتوشاپ انجام میشه. یعنی اگه شما لیرهای مختلف داری، ادجاستمنت های مختلف داری، کارهای مختلف روش کردی، وقتی سیو میکنی بعدن که میخوای بازش کنی همه اونها سر جاش هست و شما میتونی دوباره روی همونا ادیت کنی. حداکثر حجم فایل PSD میتونه 2 گیگابایت باشه. تیف که در طول سالیان مختلف خود ذات فرمتش دستخوش احوالات مختلفی بوده و پیشرفت کرده، این روزا داره یکم بیشتر باب میشه و بیشتر اسمش به گوشمون میخوره. تفاوت چندانی با PSD نداره، یعنی ما دقیقا همه مزایایی که PSD برامون داره تیف هم داره و یک مزیت بیشتر داره، اون هم اینه که حداکثر حجم فایلش 4 گیگابایته، 2 برابر PSD. Adobe Cloud Documents از کجا پیداش میشه؟ اولا در نظر داشته باشین که نوپاست، یعنی از وقتی که ذخیره سازی کلود کم کم پا گرفت همچین چیزی هم نمایان شد. به چه دردی میخوره؟ اساسی ترین قابلیتش اینه که ما سریعتر و راحتتر میتونیم به فایل های دسترسی پیدا کنیم که از دستگاه های مختلف میخوایم روشون کار کنیم. مثلا من دارم با PCM روی یه داکیومنت یه PSD کار میکنم، میخوام ادامهشو برم با تبلتم کار کنم، با فتوشاپ که رو آیپدم مثلا ریختم کار کنم. Adobe Cloud Documents میاد این کارو سریعتر و راحتتر انجام میده با یه بهینه سازی هایی که خودشون میدونم بر اساس پروتکل هایی میان باعث میشن که این کار راحتتر و سریعتر و با انتقال حجم کمتری صورت بگیره. از این طریقه که وقتی شما داکیومنتاتون تو مثلا اکانت ادوبیتون کلود ذخیره سازی میشه، شما راحت‌تر میتونین با هر دیوایس دیگه‌ای بهش دسترسی پیدا کنین و کارتون رو ادامه بدین. معمولاً 90% کارهای ما با همین PST راه میفته و مشکل خاصی هم نداره. حالا کار ما تمام شده، پروژمون انجام شده، میخوایم خروجی بگیریم. حالتهای مختلفی هست. یکیش همون PST یا تیفه. میشه به عنوان PST یا تیف ذخیره کنی. یه کپی فلت میتونی ازش بگیری. منظورم اینجا فلت چیه یا مسطح چیه؟ یعنی که دیگه لایه ها رو ما کاری نداریم، انگار همه چی
فلت شده و خروجیم رو داریم مشاهده میکنیم. خب این باعث میشه که بالاترین کیفیت رو هم حفظ کنیم ما و چیزی رو از دست ندیم. حتما بعدا بهش میرسیم، ولی توی ذخیره سازیش آپشن هایی هستش که میشه حجم کمتر بشه یا بیشتر بشه با توجه به اینکه ما میخوایم لایه ها رو حفظ کنیم یا نه. کاری الان باهاش نداریم. حالت بعدی حالت جی پگه. خب قبلا هم گفتم جی پگ فشرده سازی رو با افت کیفیت انجام میده، البته که خب حجم میاد پایین تر و این باعث میشه فایل ها رو ما بتونیم راحت تر و سریع تر انتقال بدیم. گزینه بعدی پی ان جی. مهمترین مزیت پی ان جی اینه که از ترانسپرنسی پشتیبانی میکنه، از اینکه فایل شما شفافیت داشته باشه. مثلا یک قاب مستطیلی شکله ولی وسطش یه لوگوه، شما میتونید رو پی ان جی ذخیره کنی، اون وقت فقط لوگوست که دیده میشه. وقتی اونو میندازی روی فایل دیگه قسمت های غیر از لوگو شفافه و محتویات زیرش دیده میشه. پس این اولین مزیت پی ان جی هست. این هم تک لایه است، یعنی فلت شده، مسطح شده، دیگه ما به لایه ها و تنظیمات و آپشن هامون دسترسی نداریم وقتی خروجی میگیریم ازش. و فرمتی هم هستش که خیلی تو وب ازش استفاده میشه. مثلا اگر شما گرافیست حوزه وب شدین و از شما خواستن یه بنر طراحی کنین بالای سایت، احتمالا شما خروجی که باید بهشون تحویل بدین همون پی ان جی هست. گزینه آخر هم گیفه. خب اسمش رو زیاد شنیدیم، گیف ما زیاد دیدیم. میدونین مهمترین تفاوتش با موارد بالا اینه که انیمیتد رو ساپورت میکنه، یعنی میشه انیمیشن خیلی کوتاه ازش خروجی گرفت و استفاده کرد. البته که همیشه دیدیم گیف ها کیفیت بصری بسیار پایین تری دارن. دلیلش هم توی این نکته ای که تو این اسلاید دارید میبینید، اونم اینه که فقط از 256 رنگ پشتیبانی میکنه. یعنی قاعدتا اگر شما یک عکسی دارین که ممکن از میلیون ها رنگ تشکیل شده باشه، وقتی تبدیل به گیف میشه اساسا همه اونها از دست میره و رنگ ها شیفت پیدا میکنن رو نزدیکترین رنگی که گیف ساپورت میکنه. برای همینه که شما میبینید گیف کیفیت بصری بسیار پایین تری داره. البته این بحث رنگ، فضای های رنگی مختلف، هر کدوم چه دامنه یا پوشش میدن خودش بحث مفصلیه که فکر میکنم تو دو ویدیو بعدی اگر از روی پلیلیست کانال اون بیاین پایین تر میتونین پیداش کنین و در موردش بیشتر بدونین. خیلی ممنون از اینکه امروز همراه هم بودین. اگر فکر میکنین محتویات این کانال، این آموزش ها براتون مفیده و کمک میکنه که شما در کارتون اگر به فوتوشاپ نیاز دارید بهتر ازش استفاده کنید، حتما ما رو دنبال کنید و با زدن دکمه سابسکرایب به نوعی از ما حمایت کنید. ممنونم. خدا نگهدار.